نیلوفر پور ابراهیم همکارم در پاریس با ما همراه میشه تا در همین رابطه گفتگو داشته باشیم. نیلوفر، به نحوی در واقع بازرسی ها و به خروج از پروتکل الحاقی خط قرمز اروپا محسوب میشد، این اقدام ایران چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در لغو تحریم ها، اون چیزی که ایران بهش امید داره؟ کار رو بسیار سخت میکنه. ایران به دنبال اینه که یک فشار بیشتری روی کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا بیاره برای اینکه در کوتاه مدت حداقل این تحریم ها لغو بشه، ولی لغو تحریم ها کاری زمانبر هست و به سرعت امکان پذیر نیست. چیزی که گفته میشه حالا اینه که شاید ایران به دنبال اینه که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در واقع به یک نتیجه‌ای بخواد برسه. خیلی از کشورهای اروپایی هم به این موضوع اشاره میکنن. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه رسما به این موضوع اشاره کرده که بازه زمانی تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار کوتاهه و این فرصت اگر در واقع این فرصت اگر از دست بره، کار بسیار برای اونها پیچیده خواهد شد. برای آغاز مذاکرات احتمالی با ایران بر سر برجام و همینطور کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، بنابراین برای کشورهای اروپایی هم این زمان مهمی هست. ولی اینکه ایران بخواد تهدیدهاش رو یا عملی بکنه یا به مصوبه مجلس در واقع مصوبه مجلس رو اجرا بکنه و پروتکل الحاقی رو اجرا نکنه، کار رو بسیار پیچیده تر میکنه. اجرای پروتکل الحاقی برای کشورهای اروپایی بسیار مهمه. این پروتکل الحاق شده به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که اجازه دسترسی ها و بازرسی های ویژه رو به بازرسان آژانس در صورت نیاز اونها میده و چیزیه که شاید به طور مستمر انجام نشه، ولی به هر حال یک موضوعیه که برای اونها تو این سالها مهم بوده و بهش اشاره کردن. اگر ایران این رو هم نخواد در واقع اجرا بکنه، چیز زیادی از برجام میتونیم بگیم باقی نمیمونه و به همین دلیل کشورهای اروپایی تا اینجا میگفتن که ایران بعد از این اقدام جلوگیری بکنه. همین سه روز پیش سه کشور اروپایی عضو برجام یک بار دیگه توی بیانیه‌ای که داده بودن بعد از اینکه ایران گفته بود که داره فلز اورانیوم تولید میکنه، از ایران خواسته بودن که برگرده به تعهداتش در برجام و فرصت باقی مونده برای دیپلماسی رو هدر نده. حالا میبینیم که روسیه و چین هم اومدن و دارن تلاش میکنن تا شاید به نحوی کمک بکنن برای رایزنی ها، برای از سر گرفتن گفتگوها در مورد برجام و نجات این توافق که حالا چیز زیادی ازش باقی نمونده. نیلوفر، در بررسی رسانه ها روزنامه ها هم امروز دیدیم که در ایران هم موضوعی متفاوتی بود. یک عده نگران بودن و یک عده خوشحال بودن از اینکه این اتفاق داره میفته. گام بعدی اروپا چه هست اگر این اتفاق بیفته؟ در حال حاضر گفته شده که کشورهای اروپایی قرار هست در جلسه وزرای خارجه این کشورها که هفته آینده قرار برگزار بشه در مورد ایران هم گفتگو خواهند کرد، شاید تصمیمات جدیدی بگیرن. تا اینجا از هر گونه فشار بیشتر بر ایران خودداری کردن به دلیل اینکه نمیخواستن باب گفتگوها بسته بشه، نمیخواستن که ایران اقدامات تندتری رو برداره، ولی حالا ایران داره تهدید میکنه که در واقع دسترسی‌های آژانس رو شاید محدودتر بکنه، دسترسی بازرسان رو. بنابراین این موضوع میتونه باعث بشه که اونها هم به سمت حالا اقدامات تندتری پیش برن، هرچند که میدونیم به هر حال گفتگوهای در واقع شاید بشه گفت پشت پرده یا گفتگوهای دیپلماتیک ادامه داره از طرف کشورهای اروپایی برای یافتن راه حل و در هر تماسی که تقریبا با تیم جدید دولت آمریکا انجام میدن به این موضوع اشاره میکنن. مثلا دومینیک راب وقتی که با همتای آمریکایی خودش صحبت کرده بود به موضوع ایران هم اشاره کرده. بنابراین موضوعیه که به طور مستمر در موردش گفتگوها داره انجام میشه و تلاش اونها همچنان بر حفظ راه در واقع دیپلماسی و حل کردن این موضوع از طریق گفتگو و کمک به ایران شاید برای اینه که اقدامهایی رو انجام ندن، ولی کار بسیار سخت خواهد بود با توجه به اینکه آمریکا میگه ایران باید به تمام تعهداتش برگرده قبل از اینکه آمریکا برگرده و ایران هم درخواست مشابهی رو داره و تا اینجا هنوز دو طرف به نتیجه‌ای در واقع نرسیدن. نیلوفر پور ابراهیم همکارم در پاریس، ممنونم از تو.